اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بار إلها أي دانن دي پنهان و أشكار آفريدگاري أسمانها و زمين پروردگار و مالكي هر چيز، من گواهی می دهم که بجز تو معبودی دیگری نیست. از شر نفس و از شر شیطان و دام فریبش و از اینکه خود مرتکب کاری بدی شوم و یا به مسلمانی بدی برسانم به تو پناه می برم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت به من کلمات بیاموز که صبحگاه و شامگاه بخوانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعای فوق را به ایشان آموزش داد که در آن به علم و دانش کامل و فراگیری الله متعال اشاره شده و این نکته تصریح شده است که الله متعال در مملکت خیش هر چی بخواهد و هر گونه بخواهد عمل می کند. همچنین با قلب و زبان به وحدانیت الله متعال اعتراف شده است و در پایان از بدی و چیرگی نفس اماره به ایشان پناه خواسته که انسان در حق خیشتن و احدی از مخلوقات ظلم و ستم روا دارد، چرا که انسان در برابر تمام گفته ها و کردارهای خود بازخواست خواهد شد. مشروعیت خواندن این دعا در صبح و شام و هنگام خواب، اشاره به گستردگی دانش الله سبحانه و تعالی بر همه کس و همه چیز و تمام افعال، بزرگ و کوچک بندگان بنابر این هیچ چیزی از دید ایشان مخفی نمیماند. الله متعال را باید همیشه مراقب دانست، چرا که او آگاه به همه حرکات و احوال ماست. پناه خواستن به الله متعال از شر شیطان و نقشه های آن، چنان که شاعر می گوید با نفس و شیطان مخالفت کن و از فرمان آن سر باز زن.